ممنون. من معذرت میخوام که سخن جناب بابک عزیز و آقای ایزدی رو من نشنیدم. حالا من سعی میکنم به شیوه خودم یک پاسخی بدم. من خب دوستانی که من رو میشناسند احتمالا میدونن من خب به طبیعتگرایی باور دارم و به روح، به اون مفهومی که در تاریخ ازش استفاده شده باور ندارم، مگر اینکه منظورمون از روح ذهن باشد. حالا به هر حال من هم کاملا موافقم با اون تعریفی که شما کردید که جناب دکتر قبل از من گفتند که وقتی مرگ در حقیقت مرگ مغزی است، نوروساینتیستان تقریبا همه متفق النظر میگن تا وقتی که حالا بدن مرده این هنوز مرگ نیست، حتی قلب اگر وایساده مرگ حساب نمی شود. یه چند دقیقه طول میکشه تا فانکشن های مغز استاف بشه و وقتی فانکشن های مغز یا فعالیت های مغزی پایان یافت دیگه اون موقع ما بهش میگیم مرگ کامل و به نظر میاد کسی از اون مرحله برنگشته تا نزدیک به اون مرحله رفتن و برگشتن، ولی دیگه خود مرحله‌ای که مرگ مغزی تمام شد دیگه تمام است، حتی اگر بدن زنده باشه ولی ما اون رو مرگ حساب میکنیم. منم موافقم، ولی فکر میکنم حالا اگه اجازه بدید من از یک منظر دیگری بهش نگاه بکنم. نمیدونم، حالا این خیلی کلیشه است، بارها ما در موردش حرف زدیم، نمیدونم شاید چون تو این اتاق هم شما اشاره کرده باشید، ولی این فیلسوف قدیم یونانی اپیکور یک استدلالی داشت برای اینکه ما نباید از مرگ بترسیم که میگفت، در حقیقت میگفت مرگ چیز ترسناکی برای ما نیست، برای اینکه تا وقتی ما هستیم که خب مرگ نیست، وقتی هم که مرگ آمد که ما نیستیم. و از lack of sensation داره حرف میزنه، این نبودن حس تجربه، میگه این حس تجربه چیزیست که ما اصلا نمیتونیم نبودن حس تجربه رو تجربه کنیم، در حقیقت نبودن تجربه حسی رو ما نمیتونیم اون مدل رو تجربه کنیم. این رواقیون هم به گونه ای به همین مسیر رفتن و مقایسه کردن نبودن رو، یعنی state of non-existence رو، اینجا ساحت در حقیقت عدم، ساحت نیستی، من نمیدونم آیا میشود ساحتی باشد، حداقل یک از نظر زبانی حداقل احتمالا میشه یک جایی باشه، با اینکه به نظر میاد غلطه. یعنی وقتی ما میگیم کسی، مثلا در انگلیسی میگیم someone is dead، انگار یک ساحتی برای مرگ در نظر میگیریم که کسی در آنجاست، کسی در ساحت مرگ است، کسی در ساحت نیستی یا عدم است، که خب یک مشکل زبانی نیست. این داستان وجود و عدم وجود خیلی یه بخش زیادش به نظرم به مشکلات زبانی برمیگرده. حالا اونها یک ساحتی از نان اگزیستنس تعریف میکنن بعد از اینکه ما میمیریم و یک ساحت نان اگزیستنس یا نبود پیش از اینکه به وجود بیایم و میگن آقا چیزی نیست، میگن هیچ فرقی نمیکنه، هیچ ترسی نداره، همونطور که پیش از اینکه به وجود بیایم هستی رو تجربه نمیکردیم و ترسی نداشت، پس از این هم که بمیریم خب هستی رو تجربه نمی کنیم و ترسی ندارد. و یک مسئله دیگه هم هست که مسئله از بین رفتن زمانه یا vanishing time، که خب استدلال به نظر میاد درست هم هست، قابل فهم هم هست که کسی که دیروز مرده با کسی که چند قرن پیش مرده یکیست، هر دوشون یک مدلی از اترنتی، یک مدلی از بی‌نهایت بودن زمان رو تجربه میکنن هر دوی اینها. مثلا فرض بکنیم یک آدمی که دیروز ما در یک دستگاهی ایشون یخ زده، در حقیقت فعالیت‌های مغزیش به صفر رسیده، با یک آدمی که 50,000 سال پیش در قطب مثلا یخ زده، هر دو اینها رو اگر ما زنده بکنیم هر دو صفر ثانیه رو تجربه کردن، یعنی یک زمان صفری رو تجربه کردن. همون لحظه که چشمشون رو باز میکنن اون زمان خیلی متفاوتی رو که براشون گذشته تجربه نمی کنن. این هم یک مسئله است که به نظر میاد با مرگ احتمالاً قضیه زمان مشکلش حل میشه، اصلا انگار زمان بیرون میره از مسئله، دیگه زمانی نیست و چون زمانی نیست ما دیگه تجربه هم نمیتونیم بکنیم، چون صفر ثانیه رو وقتی داریم تجربه میکنیم در حقیقت داریم نیستی رو تجربه میکنیم، پس اصلا تجربه این نمی کنیم در حقیقت. یه شاعر انگلیسی است، ما اینو زمان مدرسه این شعرش من امروز داشتم فکر میکردم به یادم افتاد، بامزه است، اینو آقای بلکبرن هم تو کتابش آورده، خیلی جالبه. حالا من دو قسمتش میکنم، میگه yonder all before us lie deserts of vast eternity، میگه اونجا جلوی ما در پیشاروی ما گسترده شده اون بیابانهای در حقیقت
عظیم بی نهایت. یک بیابان عظیم بی نهایتی هست، ولی ما نمیتونیم ازش رد بشیم، یا هیچ کس نتونست از این بیابان رد بشه. یعنی در به نوع دیگری داره میگه آقا این state of being dead یا حالت نبودن یه جوری قابل بیان نیست، قابل درک نیست، میسنومر، قابل اصلا شرح و بیان نیست. حالا مثلا اگر ما بگیم آقا کانت در مثلا یک کلمه مثلا سقراط، اگر میگیم که کانت مرده است، در حقیقت داریم میگیم به گونه‌ای داریم میگیم او دیگه در جزء هستی نیست. یا مثلا اگه میگیم سقراط مرده است، برای یک زمان بی‌نهایتی ما میگیم دیگه برای یه زمان بی‌نهایت او جزء هستی نخواهد بود. خب یعنی دیگه تجربه ای از آن چه که ما میگیم، چه میدونم شادی، غم، آرامش، نمیدونم ترس، نمیدونم همه اینها، چه میدونم سردیست، گرمیست، همه اینها دیگه این تجربه ها رو نخواهد داشت. خب و به نظر میاد که یک میستری عجیب غریبی هم هست، یک لایف میستری باید اسمشو بذاریم، یک چجوری بگم معمای عجیبیست که حل هم نشده. نکته دیگه‌ای که به نظرم میاد که اینجا به نظرم مهمه میشه بهش اشاره کرد، مرگ فقط وقتی عجیبه که ما میخوایم تصورش بکنیم، میخوایم بهش فکر بکنیم و با فکر کردن بهش به این فکر میکنیم که چگونه خواهد بود برای من، یعنی این مرگ برای من چگونه خواهد بود. ولی در حقیقت مرگ هیچی برای من نیست، چون در حقیقت این معما برخلاف همه آن چیزهایی که من تا حالا میدونستم، اون چیزی نیست که من میتوانم تجربهش کنم. پس وقتی در مورد مرگ داریم تجربه حرف میزنیم، در حقیقت در باب نبودن باقی آدم ها داریم حرف میزنیم، نه در باب نبودن خود، چون نبود خود رو که نتونستیم تجربه کنیم و نمیتوانیم تجربه کنیم. از اینم که بگذاریم، قضیه after life و جهان پس از مرگ که میاد، خب به نظر میاد خیلی مسئله چجوری بگم جذابیست برای خیلی از دوستان و خیلی از مذاهب که گفتن که خب بالاخره در این جهان مثلا، یعنی یک اخلاقیاتی ما رو به سمت جهان دیگه میفرسته، مثلا که شما اگر این گونه زندگی بکنید در جهان دیگر مثلا به گونه دیگری خواهد بود، یا در جهان دیگر حداقل خواهید بود. یا اینکه خیلی عجیبه یا خیلی ناخواستنی است که ما در این جهان به گونه خوبی زندگی بکنیم ولی ولی مثلا نتایج خوبی نگیریم، یعنی خیلی آنجاسته، خیلی غیر عادلانه است که در این جهان ما خوب باشیم ولی نتایج خوب نگیریم. پس باید جهان دیگری باشد که نتایج کارهای خوبمون رو بگیریم. یا بالعکس مثلا، یا اینکه یک کسی در این جهان زندگی بدی دارد، خب دلیلش چیه؟ باید یک علتی داشته باشه که این آدم مثلا هندیکپ یا مثلا دیسیبل، ببخشید حالا من دارم کلمات انگلیسی میگم، این آدمی است که ناتوانی جسمی دارد. خب و این ناتوانی جسمی پس دلیلش چیست؟ دلیلش زندگی قبلی است مثلا، این هم یک گونه دیگری است. این استدلال در حقیقت فرمش این شکلیه، میگه که مثلا شرایط و مسائل و اون زندگی، شرایط زندگی آنچنان بد و غیر قابل تحمل است در این جهان یا در این جهان مادی یا در این دوره‌ای که من زندگی می‌کنم. این در حقیقت مقدمه اول، خیلی غیر قابل تحمل است. مقدمه دوم میگه یونیورس باید به گونه‌ای باشد که شرایط برای من عادلانه و قابل تحمل باشد. اینم مقدمه دوم. مقدمه سوم چی میگه؟ میگه پس نتیجه میگیریم که باید یک ساحت دیگری از هستی وجود داشته باشه که من به گونه دیگری هستی رو تجربه کنم که برای من عادلانه باشه. خب که به نظر میاد اصلا آرگومنت درستی نیست. یعنی این آرگومنت تئیستا به هر مدلی استفادهش میکنن، میگن آقا در این جهان عدالت نیست. یعنی چی؟ خب عدالت نیست، شما باید جای دیگری عادلانه باشد. در حقیقت دارن میگن آقا ما نمیتونیم بپذیریم جهانی رو که اون مدلی که ما فکر میکنیم عدالت انسانی توش نباشه، پس باید جهان دیگری باشه. خب آرگومنت به نظرم اصلا قابل پذیرش نیست. هیوم توی اون کتابش در باب On Human Understanding اونجا میگه که
در حقیقت میگه این دلیلی که این جهان قابل تحمل برای ما نیست، خودش یا این شاهد این که این جهان بد است و قابل تحمل نیست، خودش نمایشگر این هست که اگر دیواینی هم باشد، یعنی اگر ساحت قدسی هم باشد، اگر یک خدایی هم باشد یا دیوینیتی وجود داشته باشد، او میخواهد که هستی این گونه باشد، چون هستی از او ساطع شده. پس او میخواهد که این گونه باشد، غیر قابل تحمل باشد یا درش عدالتی نباشه. پس زیاد دلتون رو به جهان دیگری خوش نکنید، چون این از ساحت قدسی همین چیزی تابیده که همین جهان است. من این رو هم بگم که بسیاری از فیلسوفان این روزها میپذیرند این رو، یا شما میخوانید در حقیقت تو آثار اکثر فیلسوفا، به خصوص من حالا بیشتر فیلسوفای تحلیلی رو میخونم، تقریبا شما میبینید همه به گونه ای متفق القولن که باور به روح و باور به جهان دیگه یه متافیزیک غیر قابل دفاعی رو با خودش میاره. یعنی یه متافیزیکی میاره که ما باید یک تصویر غلطی رو از آنچه که ما از انسان و جهان داریم باید داشته باشیم. باید روح رو بیاریم این وسط، نمیدونم اکسیدنتالیتی رو بیاریم، نمیدونم این قضیه تمپورالیتی و اینکه زمان چگونه در باب روح حکم میکند، چگونه روح بر بدن دخالت میکند، چگونه بدن با روح ارتباط میگیره، بعد از اینکه روح بدن مرد روح کجا وجود داره، همه اینها یعنی یک مشکل جدی متافیزیکال تو سیستم ما میاره. ولی خب به این راحتی هم نیست. اکثر این فیلسوفا تا اونجایی که من دیدم این گونه صحبت میکنن، میگن آقا یک نسبتی در نظر بگیریم بین ذهن و مغز که این نسبت مثل خود کامپیوتره، و یعنی سخت افزار کامپیوتر و نرم افزار کامپیوتر. ممکنه مقایسه به هر حال دقیقی نباشه، ولی میتونه تا حدی به ما نشون بده که منظورمون چیه وقتی داریم از ذهن و از مغز صحبت میکنیم. مغز رو کامپیوتر بگیرید، ذهن رو اون برنامه‌ای که روش نوشته شده، اون کامپیوتر پروگرام در نظر بگیرید. دو تا یه چند تا نقاشی داره ویلیام بلیک، من پیشنهاد میکنم که دوستانی نگاهی بندازن. حالا من چون صحبتم طولانی شد، من درباره یوتنیزیا میخواستم صحبت بکنم و داستان خودکشی، در حقیقت اوتانازی، نمیدونم به فارسی چی شده، خود رو کشتن و مرگ خودخواسته، مرگ خودخواسته. بله، ولی حالا در نوبت بعد فقط من این رو خواستم بگم که از این منظری که من دارم بهش نگاه میکنم، به نظر میاد ساحت نیستی بیشتر یک مسئله زبانی است. یعنی نیستی قابل تجربه نیست، نیستی اون چیزی نیست که میشود تجربه کرد. تا وقتی که ما هستیم هستیم، وقتی که نیستیم دیگه نباید گفت someone is dead یا کسی به مرگ پیوسته است یا کسی مرده است. وقتی میگیم کسی مرده است، به گونه هستی داریم بهش میدیم، یعنی داریم میگیم یک جایی هست، انگار یک جایی به نام مرگ است و او هم آنجاست. باید بگیم کسی نیست، یعنی شاید در زبان باید میگفتیم مثلا سقراط نیست، نه اینکه سقراط مرده است. این شاید درست‌تر میبود و این مشکلات جدی رو هم که ما در باب کلمه وجود و هستی باش طرفیم شاید حل میشد از این منظر. ولی خب باقی است. به هر حال من سخنم تمام، مرسی. بله ممنون. من می‌خواستم یه اشاره به آنچه که جان گفتن بکنم، ولی چون نکته مهمیه من حالا نظر خودم رو بگم. ببینید، حالا من که نگاه طبیعت‌گرایانه دارم به جهان و فکر می‌کنم که آنچه که ما می‌توانیم از طریق علم توضیح بدهیم معمولاً توضیحات بهتری است و ترجیحاً باید سعی بکنیم که از آنچه که دلمون می‌خواد جهان اونجوری باشه یا آنچه که باعث از حاصل خطاهای حسی است اجتناب بکنیم، سراغ اون مدل توضیحات نرویم. ولی این چه که شما گفتید، حالا مثلا یک اتفاقی رو کسی زودتر دیده بعدن اتفاق افتاده، یا حتی چیزایی که مربوط به NDE هست، مثلا دیدن نور سفید، نمیدونم out of body experience یا بیرون از بدن بودن، حس آرامش داشتن، یا حتی آگاه به این که ما مرده ایم، یعنی the awareness of being dead. اینها همه یک چیزای استانداردی هستن که تو این مسائل همیشه ببینید آدم‌ها تیک میزنن، مطرح میشه. و اون پاسخی که حالا در اون حد که من پیپرهای ساینتیفیک رو نگاه کردم در این زمینه، زمانی که روی NDE میخوندم و ریسرچ میکردم، معمولا چهار حالت رو براش در نظر میگیرن. یکی این که
حالا در مورد اون سوال مشخص شما یک پاسخ مشخصی هم هست، اینکه مغز ما کپی پیست میکنه، یعنی اینکه یک اتفاقی رو وقتی شما میبینید، شما یک تصویر، مثلا فرض کنید شما یک اتوبوسی رو که داره رد میشه تو خیابون میبینید، خب یک تصویری از رد شدن یک اتوبوس در ذهن شما هست، بعدن جای دیگری ممکنه شما چه میدونم یک چیز قرمزی رو ببینید گوشه خیابون، خود به خود ذهن شما قبل از اینکه درست ببینه، درست پروسس بکنه اون تصویر رو، میندازش روی تصویری که قبلا شما دیدید و شما فکر میکنید یک اتوبوس رو دیدید که داره رد میشه. اگر دوباره نگاه بکنید ممکنه ببینید اصلا اتوبوس نبود، شاید اصلا مثلا یک تابلوی تبلیغاتی قرمز رنگ بود. خب پس یعنی مغز ما اشتباه میکنه وقتی که به ما میگه یک چیزی چی هست، رو هم که میندازه این تصویرها رو مغز ما منطبق میکنه یک سنس ویژوال رو یا یعنی یک حس دیدنی رو، اون چیزی که ما میبینیم از طریق چشم یا اون چیزی رو که میشنویم یا هر چیز دیگری رو که از طریق حواسمون میگیریم، منطبقش میکنه بر یک خاطره‌ای که قبلا داشتیم. خب و این خاطرات میتونن در طول خواب ایجاد شده باشن، یعنی میتونن حاصل خواب دیدن‌های ما باشن. یعنی من تو خواب میتونم یک تصویری دیده باشم از اتوبوس، یک تصویری دیده باشم از یک پرنده‌ای که داره تو هوا رد میشه. خب و این تصویرها وقتی که تو مغز من میخواد ریلیت بکنه صحنه ای رو که الان دارم میبینم به یک چیزی، میره توی کله من میچرخه، پیدا میکنه یک چیزی رو که شبیه اون هست، اینو رو اون میندازه، میگه آها این همونه. خب و توضیح اینه که یا این صحنه شبیهش رو من در خواب دیدم، یا حتی اگر شبیهش هم نبوده، مغز من این رو دقیقاً به من میگه این رو در خواب دیدی، خوابی که دیدی این بوده، چون دقیقاً من خوابم رو که یاد نمیارم. یعنی ممکنه مثلا چه میدونم من یک صحنه شبیه این یا حتی اصلا متفاوته با این رو دیدم، ولی وقتی در بیداری این رو میبینم، خود به خود مغز من میندازش روی یک تصویری که شبیه اون بوده ولی شبیهش نیست، چون تو واقعیت هم این اتفاق میفته. یعنی خطای کاملا آشکار مغز ماست و مغز ما خطاپذیر از خطا میکنه و این کارو انجام میده و ما فکر میکنیم او این تصویر رو در خواب دیدیم، و با اینکه ما میدونیم مغزمون خطا میکنه، دلمون میخواد بگیم مغز ما توانایی پیشگویی آینده رو داره، مغز ما یک همچین توانایی فوق العاده ای داره که بگه در مثلا در خواب چیزی رو پیشگویی کنه، و بعد چون میبینیم نمیشود میگیم پس در روح ما در زمان سفر کرده. حالا پاسخهایی که 4 پاسخ استاندارد میشه بهش داد، یکی این که ما یک چیزهای شبیه این رو میبینیم، میشنویم، حس میکنیم، یا حتی NDE رو، تجربه همون چیزهایی رو که من لیست کردم، برای این که ما خودمون انتظارش رو داریم، یعنی we expect it to، یعنی میخواهیم که همچین اتفاقی بیفتد، میخواهیم جهان این گونه باشد، میخواهیم نور ببینیم، میخواهیم چه میدونم بیرون از بدن باشیم. یکیش اینه. دو، پاسخ سایکولوژیست ها یا سایکولوژیکال رسپانس اینه که ترس از مرگ خیلی میتونه نقش بازی بکنه. یک تحقیق 1930 هست که سایکولوژیست ها بعد از این تحقیق، حالا طولانیست تحقیقش، من میتونم پینگش کنم به اتاق، که کلمه دیپرسونالایزیشن رو آوردن، گفتن که اون چیزی که برای شما اتفاق میفته، حس میکنه، حتی حس مردن رو که دارید شما انجام حس میکنید، یک کاری مغز انجام میده که بهش میگن، یعنی دیتچ میکنه شما رو، شما رو بیرون میاره، دیسوسییت میکنه. کلمه دیسوسییشن رو هم تو این تحقیق به کار بردن که یک حالتی از آرامش و صلح و یعنی پیسفولنس رو شما دارید که حاصل دیسوسییشن، حاصل مدلی از جدا شدن ما از اون اتفاق، یعنی بعد مغز منگار ما رو از اون اتفاق بیرون میاره، از بیرون میذاره یک اتفاقی رو ببینیم. این کاری که مغز انجام میده. بعد تو حالتهای مختلفش توی دی دریمینگ هست، اون کسانی که اوت آف بادی اکسپریانس رو تجربه میکنن کسانی هستن. اتفاقا توی تحقیق دیگری نشون داد، این صح تحقیق سال 2000 بوده، فکر میکنم روی 134 نفر سابجکت انجام شده، که دیدن 96 نفر از این 134 نفر که NDE داشتن کسانی بودن که تجربه دی دریمینگ یا محو شدن در تلویزیون یا یک سری تجربه اینطوری رو بسیار زیاد، 96%شون بالا زده بودن، یعنی گفته بودن ما میتونیم دی دریم کنیم. ما در حالت عادی خیلی وقت احساس میکنیم که یوهو اصلا از جهان میایم بیرون، تو عالم خودمون آنچنان غرق میشیم که نمیفهمیم کجاییم، و بعد اینها کسانی بودن که اتفاقا تجربه اوت اف بادی اکسپریانس رو خیلی بیشتر داشتن. خب حالا همه اینا رو هم بذاریم کنار، حالا توضیح سومش چیه؟ میگن آقا اینها میتونه کاملا بایولوژیکال باشه، یعنی به جای اینکه سایکولوژیکال باشه. توضیح سومی که
که بیولوژیکاله. مثلا ترس به علاوه نبودن اکسیژن به شما تونل میده، اون تانل ویژن بهتون میده، اون تجربه دید که میبینید وارد تونل شدید در حقیقت. خب یا مثلا عرض بکنم که چه میدونم، یک تحقیق دیگری سال 2004 گفته بود که اونایی که اتاف بادی اکسپریانس دارن، این اتفاق میشود توسط استیمولیت کردن رایت temporoperational فکر کنم جانکشن باشه، اگر درست تلفظش کنم، این اصطلاحات سایکولوژی من دقیقا نمیدونم، رایت temporoperational جانکشن اگر باشه. سلام خدمت خانم دکتر میترای بابک عزیز. اونجا حالا به فارسی چی ترجمه شده کارش ندارم، این جاییست که نقش خیلی جدی داره برای پروسس کردن اطلاعات یا برای پردازش اطلاعات. خب که حتی این اون قسمت مغزه که ما میگه بین خود و بین دیگری بتونیم تفاوت و اختلاف قائل بشیم، یعنی دیستینگویش بکنیم بین خودمون و دیگری. و تو همون آزمایش میگه که یک چیزی به نام کتامین وقتی که یک نوعی از انستیزیا هست، یعنی یک نوعی از بی‌حس کننده است که زیر حالت که ما استرس داریم و استراب داریم، استرس به خصوص، مغز که این کتامین رو ترشح میکنه و یک نوعی از نیورو ترانسمیتر هست که میتونه باعث بشه که شما دقیقاً هالوسینیت بکنید و از بدنتون بیرون بیاید. این اتفاق، یعنی کاملا من دارم قسمت بیولوژیکالش رو میگم. یا مثلا قسمت های دیگرش که مثلا اون قسمت لوکوس سربیولس فکر کنم اگر درست بگم، لوکوس سربیولس که یک قسمتی است که نورادرنالین میریزه، که این هم یک نوعی از نورو ترانسمیتر هست که باعث میشه که روی احساسات شما بر روی مربوط هست به ترس، به ترس بس ربط داره و به استرس ربط داره، که باعث میشه که احساسات شما و بعد خاطرات شما تحت تاثیر قرار بگیره. خیلی وقتا این احساس peaceful emotion، یعنی احساس آرامش و حتی هالوسینیت کردن و اینکه شما فکر میکنید تمام زندگیتون جلوی چشمتون یهو در از یک لحظه فلش میکنه. کسانی که به این دی رفتن میگن ما یهو انگار از کودکیمون تا زمان حال به خیلی با سرعت زیاد جلوی چشم ما اومد، این مال اون قسمته، مال نورادرنالین هست که ریخته شده توی مغز. پاسخ چهارم چیه؟ پاسخ چهارم اینه که کامبینیشن همه این سه تا میتونه باشه. خب یعنی این چهار تا پاسخ رو میدن. و نکته دیگه، یک چیز دیگه هم که مال کوین نلسون هست، من اینو جدیداً باهاش آشنا شدم، خیلی جالبه، تحقیقی است بهش میگن IEM intrusion theory که میگه که بین یک فازهایی از هوشیاری، یعنی مثلا ببین حالا که شما هوشیار هستید تا وقتی که میخواید به REM برید که rapid eye movement هست، یعنی موقعی که در خوابی رفتید که چشمان شما سریع داره حرکت میکنه، یک مرحله از خوابه، این حالت وقتی اتفاق میفته، یعنی یهو مثلا شما تصادف میکنید و از یک مرحله میپرید توی یک مرحله دیگر، از یک مرحله هوشیاری که باید آروم آروم طی بشه وقتی شما میخوابید به طور طبیعی طی بشه، انگار که شما به جای اینکه کامپیوترتون رو شات داون کنید یهو دکمه شات داون رو میزنید، یعنی از برق میکشید، در حقیقت از برق کامپیوتر رو میکشید، درست شات داون نمیشه کامپیوتر. و حرفی که کوین نلسون میزنه میگه که این اتفاق وقتی میفته ما میتونیم که out of body experience داشته باشیم یا همون اتفاق NDE داشته باشیم، برای اینکه درست از یک مرحله از هوشیاری به یک مرحله از خواب یا REM نرفتیم و این اتفاق وقتی درست نمیفته مغز ما این کارا رو انجام میده. حالا این توضیح مختصر در باب NDE و این جور چیزا بود، ولی آنچه که من در باب فقط سخن وایجان خیلی سریع بگم، اگر که استدلال اولی رو شما هم نمیپذیرید که لزومی نداره عدلی در این جهان باشد و خب استدلال حکمت الهی است، برهان حکمت در حقیقت، منم تا حدی آشنا. مشکل این برهان اینه که اولا همونطور که گفتیم ما باید خدا رو بپذیریم، یعنی باید باور بکنیم که خدایی هست، و بعد باور بکنیم که این خدا بیهوده خلق نمی کند، که هر دوش مشکل داره. یعنی اولا که اگر ما پذیرفتیم خدایی هست، خب بله خیلی فکر می‌کنم یه راحت دیگه، خب پس روح هم هست چیزایی، وقتی خدا رو بپذیرم که دیگه خیلی برهانی هم نمیخواد که دیگه بقیه‌اش چه خبره. ولی اولا ما با پذیرفتن خدا که وارد علم نمی‌شیم، یعنی برای فهمیدن اینکه جهان دیگری هست اگر می‌خوایم از ابزار علم استفاده کنیم و در مقابل توضیحاتی که برای کانشسنس آوردن بیاریم این داستان رو، دیگه نمیتونیم وریبل خدا رو هم داشته باشیم، بگیم آقا خدایی هست و خدا بیهوده خلق نمی‌کند، پس روحی وجود دارد، پس جهان دیگری وجود دارد. این پاسخ درستی نیست. یعنی اول باید ببینیم خدا چگونه هست، نمی‌شود از وجود روح بپریم خدا رو ثابت بکنیم، یعنی اول باید بگیم خدا هست بعد بگیم تازه روح هست. این یک. دو، اینکه
چه اشکالی داره که مثلا یک خدایی یک جهانی رو خلق کرده باشه بعدش هم از بین بره؟ مثلا مگه ما نمیتونیم یک مثلا یک جهان آرتفیشال توی کامپیوتر درست بکنیم، کاملا ورچوال باشه، یک گیم درست بکنیم، یه سری هم ای آی توش تعریف بکنیم، اصلا میخوایم امتحان کنیم، میخوایم ببینیم چگونه است؟ خدا که میخواد امتحان کنه، انگار به نظر میاد خدا اهل امتحان کردن ما که هست، چرا نمیتونه کل یونیورس ما رو امتحانی ساخته باشه؟ مگر نمیشود که کل یونیورس ما رو امتحانی ساخته باشه، ببینه چه حدی از جبر و اختیار، چه حدی از خیر و شر، چه حدی از نیک و بد رو در یک جهانی پارامترها رو قرار بده که یک جهان خوبی باشه؟ شاید مثلا میلیون ها جهان شبیه این میتونه خلق کنه، بین اینا یکی رو انتخاب بکنه. اینم چرا نمیتونه ممکن نباشد؟ اینم ممکن است. یعنی کاملا خدا میتونه خلق بکنه، بعدم خوشش نیاد بگه نه اصلا نابود، این جهان دیلیت، یه جهان دیگر. من سخنم تمام. نکته‌ای که شما گفتید می‌خواستم عرض کنم که جناب زدی، خب اولا که ممنون، خیلی نکات جالبی رو اشاره کردید مثل همیشه. فقط من این رو بگم، من هم همونطور که زهره جان گفتن، من اثبات ندیدم. شما، ما داریم یک پدیده‌ای رو توضیح میدهیم، یک مدل ارائه میدهیم برای این که رفتار انسان چرا این گونه است، احساسات انسان چرا این گونه است، میدونم خاطرات ما، چه میدونم شخصیت، صرف، همه اینها رو ما داریم مدل سازی میکنیم در جهان جدید از طریق علم جدید و روانشناسی جدید و حالا علوم تجربی، و به یک سری مدل رسیدیم که این مدل ها همه نچرالیستیک و همه طبیعت گرایانه هستند. در این مدل ها یک چیزی به نام ذهن انسان تعریف میشه که این ذهن یک بخشیش خاطرات، یک بخشیش احساسات، یک بخشیش نمیدونم چه میدونم قدرت پردازش اطلاعات، نمیدونم درک حسی هست و چیزهای دیگه، و توضیح میده، این مدل توضیح میده، و بعد میبینیم یک ارتباط مستقیمی بین مغز و ذهن وجود داره. مثال سادهش دیمنشیاس، آلزایمره، نمیدونم ضربات مغزیه، وقتی که ما ضربه مغزی میشویم کاملا میبینیم که تاثیر مستقیم روی ذهن ما میذاره، حتی شخصیت یک آدم تغییر میکنه، حتی توی اون آزمایش معروف رامچندران که میدونید اون کوپوسکولاسوم فکر میکنم اسمش باشه که پاره شده وسط دوتا نیم کره مغز، و اون شخص داره دوتا شخصیت شده، دوتا آدم مختلف، یکی ایفیست است، اون یکی فیست، یکی به یه بخشی از بدن رو در اختیار داره، اون یکی بخش دیگری، دوتا شخصیت مختلف. خب پس روح این وسط توضیحش کجاست؟ چه میشود؟ چه بر سر روح میاد؟ و یعنی شواهد نشون میده که مغز ذهن رو میسازه و یک ارتباط تنگاتنگ بین مغز و ذهن وجود داره، و شواهد نشون میده وقتی مغز از بین میره چیزی به نام ذهن باقی نمیماند، به خصوص که میبینیم وقتی مغز یک کسی دمیج میشه اون آدم مثلا کاملا میتونه از شخصیت توهی بشه. یعنی کسانی که آلزایمر خیلی جدی دارن و بخشای از مغزشون کار نمیکنه دیگه، به دمنشا تبدیل شده، فکر کنم من وارد این مباحث نمیشم، من پس پزشکان است، من وارد نمیشم، ولی به طور کل اون کسانی که خیلی جدی یک بخشی از مغزشون تحت تاثیر این بیماری قرار گرفته، هر روز که بلند میشن حتی زبانشون رو از دست میدن. من رو یکی از افراد فامیل ما این گونه است، یک خانومی است که ایشون بلند میشه، صبح که بلند میشه فقط میخنده، هیچ زبانی دیگه زبان نداره، مثل یک چجوری بگم، واقعا زشت این حرف، ولی دیگه مثل انسان نیست، مثل یک حیوان خانگی است که با اشارات، تازه با اشاره هم چیزی رو نمیفهمه، به زور، یعنی مثل کودکی که زبان نداره باید باش صحبت بکنن، و حتی نه دیگه میتونه بنویسه، نه دیگه زبان رو میفهمه، نه چیزی یادش میاد، هستی رو همون آن که چشمش رو باز میکنه در یه روز تجربه میکنه، وقتی چشمش رو ببنده تمام شد، دوباره روز بعد هستی رو با یک روز جدید تجربه میکنه. خب این روحش چی شده دیگه؟ ما کاملا داریم میبینیم که تبدیل شده به یک ماشینی که یک تجربه یک روزه از هستی داره. خب اینا نشانه های خیلی جدیه، ولی شما یک مدلی دارید که در این مدل یک پارامتری به نام روح رو وارد کردید، و بعد میگید مدل شما پذیرفتنی تر است. خب بعد به ما نشون بدید چطور مدل شما پذیرفتنی تر است. مدل ما پیش بینی میکنه، توضیح میده، درمان میکنه، نمیدونم ساده تر هم هست فهمش. مدل شما هیچ کدوم این کار رو انجام نمیده، حتی به نسبت به آکامز ریزر یا تیغ آکام هم مشکل داره، یعنی بسیار مدل پیچیده تر، غیر قابل توضیحی است، ولی شما هنوز اون رو موجه تر میدونید. به هر حال من سخنم تمام. متاسفانه این روش نتیجه گیری خب
خیلی خیلی اشکال داره. متاسفانه همینه که جهان ما رو اینگونه کرده که ما، معذرت میخوام این رو میگم، که ما همگی در عالم هپروت زندگی میکنیم در قرن 21، که ما یک تجربه شخصی رو، واقعا معذرت میخوام، قصد توهین ندارم، ولی یک تجربه شخصی رو شما اینگونه میگید، به بدنم برگشتم، با خدا یکی شدم. یعنی من این همه برای شما فکت آوردم، فکت های علمی رو شما حاضر نیستید بپذیرید، ولی یک تجربه شخصی رو که کاملا میتونه ایلوژن باشه و ما میدونیم که انسان ایلوژن داره، ما میدونیم که انسان میتونه، مغز ما به راحتی به ما دروغ میگه، در حالت بیداری به ما دروغ میگه، یعنی مغز ما اشتباه میکنه، مغز ما یک تصویر میندازه روی تصویر دیگری. شما یک کیسه آشغال تو هوای لحظه میبینید، فکر میکنید پرنده است، نگاه میکنید دوباره، بعد میبینید نه، کیسه آشغال بود. مغز شما رو هم میندازه تصاویر رو، مغز شما یک تصویری از هستی به شما میده. شما که یونیورس رو در مغزتون ندارید، یک تصویری از یونیورس رو دارید، درسته؟ حالا وقتی که این تصویر شما با یونیورس، با ادراکات حسیتون، یعنی با تجربه هایی که از دیدن و شنیدن و تست کردن و این چیزها یکی میشه، میگید خب این تصویر دقیقه. یعنی وقتی ما بیداریم، ما با چشممون داریم نگاه میکنیم، درخت رو میبینیم، میگیم خیلی خب این تصویری که من از درخت دارم با اون چیزی که چشمم به من میگه یکیست، پس درختی اونجا وجود داره، درسته؟ ولی وقتی خوابیم، چون حواس ما دیگه به ما ورودی نمیدهن، ورودیامون از حواسمون نمیگیریم، ورودی خودش تصاویریه که در درون ذهن ماست دیگه، اون موقع اون تصاویری که داریم، اون تجربه‌ای که داریم میکنیم، منطبق بر واقعیت بیرونی نیست، منطبق بر یک پدیده ذهنی است. ببین اینا خیلی چیزای عجیبی نیست. من یه عالمه نمیدونم، شاید شما نشنیدید، من در باب اندی صحبت کردم، این چیزی نبوده که فقط ما در موردش حرف بزنیم، از زمان گریك ها، شما بخونید این فیلسوفان قدیم گریك رو، حتی گیلن در، یعنی جالینوس در موردش صحبت کرده حتی، و این قضیه نبوده که انسان باش آشنا نباشه. برای همینه که این باورهای خرافی رو در طول سالها ما ساختیم، روش گذاشتیم، برای اینکه الان در جهان جدید هم یه چیز جالبی که هست، از طریق علم جدید ما خیلی تعداد بیشتری از آدم ها رو ریسسیتیت میکنیم، کسانی که تو کاردیک رست میرن. شما دچار مشکل قلبی شد که البته متاسفم این اتفاق افتاده، ولی خب حال تجربه رو دوست داشتید. ما این تعداد بسیار بسیار بیشتری از آدم ها رو میتونیم زنده کنیم. قدیما نمیتونستن، خیلی شانسی ممکنه یک نفر بره و برگرده، و توصیفی که میداده برای انسان گذشته معلومه که جذاب بوده، چون نمیدونستن ذهن چیه، نمیدونستن چه میدونم دیسوسییشن چیه، نمیدونستن نمیدونم نورادرنالین چیه و چه میدونم لوکوس سرولیس چیه، این قسمت های مغز رو که نمیدونستن، معلومه که همچین تصوری میکردن. اصلا در مورد مغز حتی نمیدونستن مغز کارش چیست، فهم میکردن مغز خون رو خنک میکنه، تا این حد ابتدایی بوده. همین فیلسوفان جدید، حتی تا دکارت و اینا هم همین باور بوده، فهم میکردن کار مغز خنک کردن خونه. خب شما از یک همچون جهانی، یک پدیده مثل خدا و بیرون از بدن رفتن و روح و نمیدونم جهان دیگر، اینها رو آوردید و با تجربه خودتون مچ کردید. من دارم عرض میکنم که مغز ما میتواند وقتی که کامبینیشن ترس و نبود اکسیژن رو با هم قاطی بکنید، شما میتونید تونل ببینید، دارید وارد تونل شونید. شما وقتی که چه میدونم، من اینا رو یه بار گفتم دیگه، واردش نمیشم، گفتم رایت تمپوراتریال جانکشن رو وقتی شما دستکاریش میکنید، میتونید اوت اف بادی اکسپریانس دقیقاً همونی که شما دارید داشته باشید. یعنی یکی دو تا هم نیست، خیلی زیاده. توضیح میده که چی میشه وقتی خون به مغز نمیرسه، وقتی که قند نمیرسه، اکسیژن نمیرسه، چه اتفاقاتی میفته. ثانیاً حتی اینها هم نشه، شما با کسانی که دی ام تی دراگ مثلا آیواسکا رو تجربه کردن صحبت کنید، همین صحبت هایی که شما میکنید رو به شما به نوع دیگری میگن. یعنی مغز ما میتواند یک تصویر ممکنه خیلی جذاب و خیلی خواستنی، یک نوعی از توهمی که خیلی ما دوست داریم رو به ما بده. مغز ما این کار رو میکنه، برای اینکه مغز ما یک تصویر از یونیورس داره به ما میده. تا وقتی بیداریم، این تصویر رو با یونیورس داریم مچ میکنیم، میگیم تصویر دقیقه. وقتی خوابیم، مغز ما هر تصویری میتونه از یونیورس به ما بده، هر تصویری از هستی میتونه به ما بده. میتونیم فکر کنیم از بدنمون بیرون اومدیم، میتونیم فکر کنیم ناپلئون بناپارتیم، میتونیم حس آرامش رو خوب داشته باشیم، میتونیم حس بد داشته باشیم. بله، یک اتفاقاتی در لحظه مرگ به مغز دست میده که انواع و اقسام نوروترانسمیترها ریخته میشن، چون مغز شوک میشه، شوک بهش وارد میشه احساس. یعنی در لحظه مرگ، مغز انواع و اقسام نوروترانسمیترها رو ترشح میکنه برای اینکه نابود نشه، برای اینکه مغز فرض رو بر این میذاره که خون به طور چجوری بگم لحظه‌ای استاپ شده، در یک
حالت گذراست، دوباره قلب به کار میفته، مغز فرض رو برای میذاره، شروع میکنه خودش رو پروتکت کردن، خود رو نگهداری کردن از طریق انواع و اقسام هورمون ها و نوروترانسمیترهایی که تو اون چند دقیقه ترشح میکنه، و این باعث میشه که شما تجربه عجیب غریبی از هستی دارید. بله ما این رو میدونیم، شما ولی دارید ربطش میدید به اینکه من که به بدن خود برگشتم. خب این نتیجه از کجا گرفتی؟ شما از کجا نتیجه گرفتید که چیزی بودید بیرون از بدن؟ چون این رو حس کردید که به معنی درستیش نیست. یعنی پس اگر من بیماری اسکیزوفرنیا داشته باشم و فکر کنم از بیرون با خودم حرف میزنم، پس درسته از بیرون با خود حرف میزنم؟ یا کسانی که بیماری های روانی دارن و یک شخصی رو میبینن، توهم ایلوژن دارن، داشتن با یک آدمی مشخصا حرف میزنن بیرون از ذهن خودشون، مغزشون داره یک تصویری پروجکت میکنه از یک آدم دیگری، طرف میگه آقا من ایلین ها میان هر روز تو خونه با من غذا میخورن، یک آدم های زیادی هستن که میگن الویس پرسلی میاد با ما با هم دوستیم، با هم ساز میزنیم، با هم رفت آمد میکنیم، منتها الویس پیر شده، نمیخواد دیگران بدونن که زنده است و خودش رو نشان نمیده. بعضیا با مایکل جکسون این رو دارن، واقعیه براشون. و جالبه که شما اینها رو در نظر نمیگیرید که مغز ما چقدر میتونه ما رو از حقیقت و واقعیت دور بکنه. و یک تجربه شخصیتون رو برای دیگران به گونه‌ای بیان میکنید که انگار یک حقیقت درستی است و حاضرم نیستید که به شواهد علمی رجوع بکنید. این خیلی جالبه. و با این خاطره هاست که آدم هایی که خبر ندارن از نوروساینس و خبر ندارن از علم جدید میافتن به معذرت میخوام این کلمه رو به کار میارم، ولی به چاه نادانی و خرافات. من سخنم تمام. آقای وریا، شما تجربه مرگ رو داشتین که اینطور دارید استدلال میکنید؟ من کردم، قرار نیست همه تجربه مرگ داشته باشن. من دارم به عنوان آدمی که بیرون وایسادم میبینم آیا آنچه شما میگویید موجه هست یا نه، و آنچه شما میگویید کاملا ناموجه هست، چون مثال های دیگرش هست از کسانی که تجربه های دیگری دارن و اون تجربه ها کاملا غلطه. ما میدانیم که مغز ما میتواند به ما دروغ بگه، و اینکه شما یک تجربه ای داشتید به هیچ عنوان بیانگر این نیست که این تجربه شما منطبق بر حقیقت است. این دوتا با هم فرق میکنه، بحث اپیستمولوژی و معرفت شناسی است. نه من نگفتم شما تجربه نداشتید، حتما میپذیرم که همچین تجربه ای رو داشتید. از این که به این راحتی از این تجربه ای که حاصل فعالیت های عجیب غریب مغز شماست نتیجه گرفته اید که از بدن خودتون بیرون اومدید، واقعا نتیجه گرفتید که چیزی هستید بیرون از بدن، نتیجه گرفته اید که خدایی هست، نتیجه گرفته اید که عالم ماورا و طبیعی هست، اشکال اینجاست. مشکل معرفت شناسی است، نه اینکه این تجربه رو من داشتم یا نه. ممنون از جناب توفیقی عزیز، نکات خوبی را اشاره کردن. ببینید اگر بحث در باب کارکرد مغز باشه، موقع در باب کانشسنس داریم صحبت میکنیم که خب محققین خود رو داره، کسانی هم که روی کانشسنس کار میکنن هیچ کدوم با تئوری ماورا و طبیعه و خدا واردش نمیشن. بزرگانشون همه فرض رو برای این میذارن که کانشسنس رو یا باید با کوانتوم فیزیک پاسخ داد، یه کسانی مثل پنروز، یا باید از طریق بیولوژی و کارکرد مغز توضیحش داد، یا حتی از طریق سایکولوژی توضیحش داد. یعنی چند تا اپروچ مختلف هست که شاید مجموعه همه اینها با ما بتونه تصویر بهتری رو بدهد، ولی کسی از پارامتر خدا این وسط استفاده نمی‌کنه. نکته دیگری هم که اشاره کردن به این قضیه آیدنتیتی، خب این مسئله از قدیم بوده. اون کشتی که در یونان بود که یادم نمیاد اسمش چیست، حالا اگر دوستان ازشون اومد به من بگن، یه کشتی بود مثلا، فرض کن اسم کشتی بود مثلا، حالا هرچه، این کشتی دونه دونه پارتهاش عوض شده. مثلا این کشتی سیریس مثلا پارتهاش دونه دونه، مثلا بادبانش رو بعد از یه مدتی عوض کردن، یه دونه پیچش رو عوض کردن، مثلا روی دکلش چه میدونم چی میگن اون چرخی که بیگ ویلی که باش میچرخونن اونو عوض کردن، تختهاش رو عوض کردن. بعد از یه مدتی، بعد از مدت طولانی مثلا یکی دو قرن، این کشتی هنوز بود. و بعد این فیلسوفان یونانی با مزه است که دیدن آقا اینجا تمامه، یعنی حتی یک دونه پیچ یا یک دونه میخ از اون کشتی اولی دیگه در این باقی نیست، ولی هویت آنچه که آیدنتیتی این کشتی مثلا سیریس بود، این برجاست، باقی است. اون کشتی هست ولی رفته رفته تغییر کرده. خب این سوال رو جان لاک هم مطرح میکنه، یعنی سوال جدیدی نیست. آنچه هم که گفتن که تمام سلول های بدن ما تغییر میکند، بله تغییر میکند، ولی فرض رو بر این بذاریم که دونه دونه اتم های بدن ما که دفع شدن و دوباره یک اتم جدیدی، هر سلول های بدن ما اتم های جدید رو، یعنی مولکول های جدید رو جذب میکنن، یه سری مولکول ها رو دفع میکنن دیگه، پس به طور دائم ماده ای که توی بدن ماست داره تغییر میکنه.
و اگه اون تک تک مولکول هایی که بدن ما جذب دفع کرده رو ما نگه می داشتیم و با همین آرایشی که هستند می چیدیم کنار هم دیگه، آیا ما به دست می اومدیم؟ من فکر نمی کنم همچین اتفاقی می افتاد، چون همه اینها در یک زمان کنار هم نبودن. یعنی در عرض 2 سال 3 سال یه مدتی، حالا گفتن آب در عرض 16 روز، من دقیقاً عددو نمی دونم، ولی به هر حال به نظر میاد خیلی هم می تونه غلط نباشه، ولی این مولکول ها رو کنار هم بچینیم، آیا یک شخص جدیدی مثل من عین من درست میشد؟ من فکر نمی کنم. این چون این میگم در کنار هم در یک زمان نبودن، این یک. ثانیاً اصلا مشکلی نداره که ما یک هویت دائم و پایداری داریم، یک سلف پایداری داریم، ولی مولکول های بدنمون تغییر میکنه. این اصلا خلاف آنچه که در نوروساینس بهش پیوستگی شخصیت میگن نیست. ما میگن تا وقتی که شما مغز شما توش گپ نیفتاده، توی کانشسنس شما یک خلأی نیفتاده، شما همون آدمی هستید که هستید. ولی وقتی که کانشسنس ما به صفر رسید، هوشیاری ما کاملا به صفر رسید و بعد دوباره ریستارت بشه، اونجا یک گپی افتاده و اونجاست که باید ببینیم بعد بین اون گپ اون شخص جدیدی که بیدار شد آیا همون شخص قدیم است یا نه. و نکته هم اینه که ما میتونیم توضیح بدیم، میتونیم بفهمیم که آدمی که دیروز بوده هنوز همون آدمه. چرا؟ برای اینکه وقتی صحبت میکنه خودش رو خودش میدانه، خاطراتش رو هنوز داره، وقتی با ما رفتار میکنه ما رو میشناسه، احساساتش همون آدم قبلی است. یعنی ما یک پایداری و پیوستگی در این آدم میبینیم. اما خیلی راحت کافیه که یک صدمه به مغز او بخوره، اون آدم یک شبه تبدیل به آدم دیگری ممکنه بشه، ممکنه خاطراتش رو فراموش کنه و حتی میتونه رفتارش عوض بشه، شخصیتش عوض بشه. حتی گفتم کورپوس کلاسوم یک کسی قطع شده و دو نیم کره مغز او از هم جدا شدن، صاحب 2 شخصیت شده. خب پس از یعنی تجدید مولکول های سلول های بدن ما تأثیری به نظر میاد روی کانشسنس ما نمیذاره، اما یک چیزهای دیگری تأثیر میذاره. مثلا داروهای روانگردان تأثیر میذاره. شما در یک لحظه میتونید داروی MDMA بخورید، کاملا رفتارتون عوض بشه نسبت به دیگری، اصلا یک جور دیگری حس بکنید جهان رو. پس میبینیم که ماده و تأثیرات ماده روی روان ما کاملا مشخص و واضح هست. یا وقتی ضربه به سر کسی میخوره، همون آن میگم میتونه تمام هویتش رو از دیگه نفهمه کیه، دیگه ندونه، یادش نیاد که کیست. یا در اثر دیمنشیا شما میدونید دیگه مغز انسان وقتی یک جاهایش از کار میفته، اون آدم دیگه در حقیقت تبدیل میشه به یک کودکی که دیگه زبان نداره. خب پس اگر قرار بود که روح باشد دیگه این اتفاقا نمیافتاد. نکته اینه که با ایراد گرفتن به اینکه آقا ما نمیدانیم دقیقاً مغز چگونه باعث میشود که ذهن به وجود بیاد، چون ما هنوز تصویر رو نمیدونیم، و با اشاره کردن به حفره هایی که تو این تصویر علمی وجود داره، ما نمیتونیم به حفره ها اشاره کنیم بعد بگیم نه حالا روح رو میاریم به جاش میذاریم. روح نه به خوبی این داستان توضیح میدهد، نه پیشبینی میکند و نه با مدل‌های علمی سازگار است. برای همین من فکر میکنم که اصلا قضیه روح رو باید کنار گذاشت. در باب آفترلایف هم واقعا یک جهان پس از مرگ یک چیزی نیست که فقط با ادیان ابراهیمی اومده باشه. در آیین‌های شرقی بودن، در همین چیزها به ولهالا باور داشتن، همین به شما عرض بکنم که همین وایکینگ ها، یا همین در آیین‌های جدید این فیلسوفی که دیگه میدونید واردش نمیشم، یک آیین جدید قرن 19 است، یک جای به نام ساملند در نظر گرفتن این دوستان پیگان که معتقدن روح به آنجا میره. انسان دوست داشته که جهان پس از مرگ رو داشته باشه. البته در یهودی ها هم نبود، این یک قضیه مؤخری است، در چند صد سال پیش از ظهور مسیحه که حرف از جهان دیگر یا حرف از باقی ماندن در این جهان شما میبینید که در کتاب مقدس، در تورات که اون 5 کتاب اولی است، هیچ اشاره‌ای به جهان پس از مرگ نشده. به نظر میاد یک ایده جدیدی است، احتمالاً از برخورد آیین‌های شرقی و گنوسی با یونانی پس از حمله اسکندر گرفته شده. یعنی این میکس شدن کالچرها و فرهنگ ها با هم دیگه، اون نگاه یونانی با نگاه شرقی که خیلی تحت تاثیر آیین های گنوسی بود، به خصوص مانویگری و زرتشتیگری، این قضیه وارد شده و یونانی ها باش آشنا شدن، در عین حال وارد یهودیت هم شده. من سخنم تمام. خیلی سریع بگم، ببینید اگر از منظر فیزیک و شیمی نگاه بکنیم، ماده اون چیزی است که جرم دارد، اون چیزی که در میدان گرانشی رفتاری انجام میده که این میدان گرانشی روش تأثیر میگذاره، ما بهش میگیم ماده. در عین حال فضا رو هم اشغال میکنه، یعنی چیزی که جرم دارد و فضا اشغال میکند. خب در بنابر این تعریف دیگه فوتون ماده نیست، میشه انرژی. اما نکته من اینه، ما وقتی میگیم جهان مادی داریم به جهانی اشاره میکنیم که مجموعه ایست از ماده، انرژی، قوانین فیزیک و یک فضای سه‌بعدی به علاوه زمان.
یه فضای سه بعدی یا فضای چهار بعدی که سه بعدش زمانه، یه بعدش هم سه بعدش مکان است، یه بعدش زمان. به این میگیم جهان مادی، یا من اسمشو میذارم جهان طبیعت یا نیچر در حقیقت. من این تعریف من بود. من چند تا نکته پایانی رم اگر اجازه بدید حالا بگم و بعد دیگه بدرود بگم. به هر حال من یه رو به دیگری باید برم حاضر بشم برای کلاس. من حالا بگذاریم از این داستان که من از نگاه طبیعت‌گرایانه سعی کردم توضیح بدم و در اول سخنم سعی کردم بگم که هستی، تا زمانی که ما تجربه ای از هستی داریم رو بهش میگیم زندگی. وقتی ما دیگه تجربه ای از هستی نداریم دیگه زندگی نیست. ما نمیگم به نیستی پیوسته ایم، چون نیستی باید اون وقت یک جایی باشد، nothingness رو یک جایی باید در نظر بگیریم، اما در حقیقت دیگه جزء هستی نیستیم، تمام شدیم، ما نیستیم دیگه. و فکر میکنم که مرگ همان است. وقتی که ما دیگه تجربه ای از هستی نداریم دیگه ما نیستیم، اصلا مایی وجود ندارد. و فقط چند تا نکته در باب مسئله، چون در باب مرگ داریم صحبت میکنیم، فکر میکنم در باب قتل شاید و مسئله اوتانازی هم شاید حالا من مطرح بکنم اگر که دوستان دوست داشتن بعدش دوباره در موردش یک صحبتی بکنن. یک چیزی که فکر میکنم خیلی مهمه این وسط اینه که ما وقتی میفهمیم که میرا هستیم، نسبت به وقتی که میفهمیم که قرار است یک زمانی نباشیم، نسبت به مرگ یک ترسی خواهیم داشت به طور کل. و به نظر هم شاید بیاد که کسانی که زندگی رو از زندگی بیشتر لذت میبرند، ترسشون بیشتره از مرگ، از نبودن. و وقتی هم که ما فهمیدیم که قرار است بمیریم، ترجیح میدیم که زمانمون رو یک جوری ازش بیشتر لذت ببریم. مثلا با آدمهایی که دوست داریم بیشتر وقت بگذرونیم، چه میدونم غذای خوب بخوریم، موسیقی خوب بشنویم، حتی عمل جنسی خوب انجام بدیم. یعنی حداقل به طور ناخودآگاه به این چیزا فکر میکنیم و ممکنه که بعضی وقتا مسیر زندگیمون ما رو به اون سمت نبره ها. انقدر درگیر مسائل جانبی بشیم که بفهمیم 20 سال از زندگیمون رفته و ما درگیر حواشی بودیم، مثلا درگیر پول در آوردن خالی بودیم در حالی که نمیدونستیم چرا قراره پول در بیاریم، یا درگیر مثلا مسائل کاری بودیم در حالی که نمیدونستیم مسائل کاری قراره به ما well-being ما رو بیشتر بکنه. اما کسانی که به این داستان فکر میکنن آگاهانه، میبینن آقا آخرش میخوان از این زمانی که در قید هستی هستن، این زمان رضایت خاطر داشته باشن، شاد باشن، یک حس خوبی از بودن داشته باشن و تا جایی که میتونن تجربیات مثبت خوب داشته باشن. برای همینه که وقتی که یک کودک میمیره ما اینقدر نسبت بهش حساسیم، برای اینکه میگیم یک بچه نتونسته اون تجربیاتی رو که یک ادالت داشته باشه. و اگر اینطوری بهش فکر بکنیم و ببینیم آقا تا وقتی ما هستیم که هستیم، وقتی مرگ آمد ما نیستیم، دیگه مرگ چیز پلیدی نیست، چیز بدی نیست. به نظر میاد که خب مرگ یعنی پایان هستی دیگه، که برای همه اتفاق میفته. حالا این باعث میشه که اگر اینطوری فکر بکنیم، وقت میگیم پس مشکل با قتل چیست؟ اگر مرگ به خودی خود چیز بدی نیست و برای همه پیش میاد، وقتی مرگ بود ما نیستیم که بخوایم مرگ رو تجربه کنیم، مرگ یعنی در حقیقت از هستی خارج شدن و نبودن جزء هستی، پس مشکلش چیست؟ پس چه مشکلی داره که یک کسی رو ما بکشیم؟ خب البته بعضیا ممکنه بگن که خب اگر شما یک کسی رو بکشید، درد و رنج در کسانی که باقی ماندن، در باقی مانده های اونها درد و رنج ایجاد میکنید. خب اگر یعنی حتی تو کشورهایی که به نظر میاد که یک چیزهایی مثل اوتانازی، حتی بچه کشی، حتی چه میدونم کشتن قاتلین، نمیدونم یا کشتن اسرای جنگی، یا حتی کشتن شخصیت‌های سیاسی که مخالف همدیگه هستن، که اجازه دارن این کارها رو بکنن، ولی باز برای قتل یک قانونی هست. یعنی شما جامعه‌ای نمی‌بینید که در جوامعی که بسیار خشنن به راحتی آدم می‌کشن. شما برگردید سر جوامع مثلا چه می‌دونم سر زمان فاشیست‌ها، زمان چه می‌دونم نازی‌ها، همون‌ها که به راحتی آدم می‌کشتن، ولی هنوز برای قتل یک قانونی بود. یعنی شما باز نمی‌تونستید اگر می‌خواستید قتل انجام بدید، به نظر میاد همینطوری آزاد نبودید. خب حالا اگر اینجوری باشه که به نظرم میاد هست، وقت داستان اوتانازی چی میشه؟ داستان اینکه یک کسی خودش بخواد بمیره چی میشه؟ و ثانیاً اگر ما ببینیم که آقا یک کسی رو میشود برد، اون مثال معروف فلسفه اخلاق که میشه یک کسی رو برد در یک کلبه‌ای و بدون اینکه دردی در او ایجاد کرد او رو کشت،
خب آیا ما وقتی که او رو کشتیم دیگه او جز هستی نیست که مرگ رو تجربه کنه و حال بعدی هم که بهش ندادیم، اذیتش هم که نکردیم، آزارش هم ندادیم، مشکل چیست؟ به نظر میاد که ما یک به عنوان انسان یک چیزی به نام کرامت حیات رو چه بخوایم چه نخوایم بهش باور داریم. و من میخوام به اینجا برسم که در مورد دخالت کردن در مرگ کسی به نظر میاد ما این رو نمیتونیم براش توجیه اخلاقی بیاریم، ولی به نظر میاد اگر بیرون وایسیم و دخالت نکنیم و کاری انجام و یک کسی بمیره، مثلا چه میدونم یک آدمی کلیه میخواد، ما حاضر با اینکه میتونیم یک کلیه به او بدهیم و او نمیرد، اما اگر تصمیم بگیریم که کلیه ندهیم، کسی به ما نمیگه شما او رو کشتید. و در مورد اوتانازی هم این چیزهایی که مطرح میشه، یکیش اینه که آقا شما اگر اجازه بدید آدم ها خودشون رو بکشن، ممکنه تبدیل به یک قانونی بشه که همه بخوان این کار انجام، یک رسمی بشه که به راحتی آدم ها بخوان بمیرن و از خیلی سوء استفاده بشه. مثلا یک آدم پیری که ثروتی داره، اطرافیانش تشویقش بکنن که خود رو بکشد، که خب حالا به نظرم خیلی مسئله قابل دفاعی نیست. ولی یک تفاوتی بین killing و letting die، یعنی کشتن یا اینکه اجازه دادن اینکه کسی بمیرد، اینجا وجود داره. و اینو یا مثلا این رو هم بگم، اینم مثلا نکته از اون مثال‌های جالبه که اگر ما یک کسی رو بدزدیم و در خانه خود در گاراژ خانه زندانیش بکنیم، ما فقط یک کسی رو زندانی کردیم، اما اگر بهش غذا و آب هم ندیم، درسته که ما او رو نکشتیم ولی باعث مرگش شدیم، درسته؟ یا یک ندانیم که یک کسی در گاراژ خانه ما زندانی شده، خب ندانیم و باز بهش آب و غذا ندیم، باز این حالتش فرق میکنه. این مثال آخر هم که خیلی با مزه است، ما زمان اندرگراد با هم مطرح میکردیم با دوستان اهل فلسفه، این بود که یک داستان جالبی است که یک نفری در بیابان، سه نفر در بیابان هستن، اون دو نفر تصمیم به قتل یک نفر میگیرن، شخص اول میگیرن. وقتی که همه خواب هستن، یکی از اون دو نفر میاد در قمقمه آب او زهر میریزه، یک زهری میریزه که او بیدار شد بخوره. اون میخوابه، نفر سوم پا میشه و نفر سوم بی خبر از اینکه او زهر ریخته، قمقمه این طرف رو سوراخ میکنه که آب طرف تموم بشه. این شخص اول بیدار میشه و از در بیابان مسیر خودش رو میره، یک جایی هم میرسه که دیگه آبی ندارد و از تشنگی میمیره. خب حالا سوال اینه که کی او رو کشته؟ و این خیلی از اون سوالای جذابه که ما اینجا تقصیر رو با کی میذاریم؟ آیا کسی؟ چون اگر اون آدم قمقمه اینو سوراخ نکرده بود، خب این از زهر میخورد و میمرد، و حالا هم که قمقمه‌شو سوراخ کرده، از تشنگی مرده. کدوم یکی از این دوتا باعث مرگ شدن؟ فکر میکنم اگر این قضیه دخالت نکردن در مرگ دیگری رو با قضیه باعث شدن مرگ یکی دیگه، این دوتا رو با هم فرق بذاریم، اون وقت میشه این معماها رو هم حل کرد. ولی باز به طور کل من بگم آنچه که ما از مرگ داریم حرف میزنیم، اون چیزیست که در ساحت هستی معنا میده. یعنی ما که هستیم میتونیم بگیم آقا وقتی کسی نیست، جز هستی دیگر نیست، اسمش مرگ است. این که به خودمون اجازه بدیم بگیم پس از مرگ این آدم باقی میماند، اطلاعاتی از او باقی میماند، به گونه ای هست که مثلا در خواب ما اومده، مثلا پدر من در خواب اومده و برای من پیش بینی کرده. اگر ما بتوانیم از طریق نوروساینس یا از طریق روانشناسی توضیح بدیم که مغز چگونه کار میکنه، که ما فکر میکنیم یک پیامی به ما داده شده، اگه اینا رو بتونیم توضیح بدیم، دیگه واقعا موجه نیستیم سراغ قضیه روح و سراغ عالم دیگر بریم. من هنوز فکر میکنم با ایراد گرفتن برای اینکه علم نتونه است پاسخ بده کانشسنس رو، ما موجه نیستیم که بگیم چون علم هنوز کامل کانشسنس رو توضیح نمیده، هنوز کامل توضیح نمیده که تجربه NDE چیست، پس ما موجهیم که بپذیریم عالم دیگری هست و جهان پس از مرگ هست. من به نظرم اصلا موجه نیست. و ثانیاً این باور باعث میشه که ما به راحتی وارد یکی از همین ادیانی بشیم که این ادیان میتونن باعث بشن ما کارهای عجیب غریب هم بکنیم، رسم و رسومای عجیب غریب هم داشته باشیم، رفتارهایی هم بکنیم که در دیگران درد و رنج ایجاد بکنیم و نگاه ما رو به واقعیت تغییر بدن و با خیلی از نظریات علمی هم به اشکال بخوریم. یعنی باور خطرناکی است. اینطوری نیست که من همینطوری باور کنم که خیلی خوب میرم جهان دیگه. پیامدهای جدی اپیستمولوژیکال داره که رو رفتار ما هم تاثیر میذاره. من سخنم تمام و اگر نکته‌ای نیست من با اجازهتون خدافظی کنم. ممنون از وقتی که به من دادید. مرسی. احتمال وجود جهان دیگر خیلی مربوط به این نیست که ما بپذیریم. یعنی شما ممکنه بگید احتمال اینکه ساعت قدسی وجود داره صفر نیست. خب من حتی نمیدونم آیا صفر است یا صفر نیست، آیا 1%، آیا 50%، آیا 90%. یعنی نه تنها
پاسیبلیتیش نمایش داده نشده، حتی احتمالش هم نمایش داده نشده. من میگم اول باید نشون داده بشه که این ممکن است. من میگم ممکن بودنش هم فقط به این مفهوم که ما چون تجربه معنوی داریم یا چون میتونیم به جهانی فکر کنیم که در اون جهان خدایی هست، این به نظرم کافی نیست. پاسیبلیتی نمایش داده نشده. و ثانیاً رجوع کردن به تجربیات مثل تجربه شخصی، تجربه نزدیک به مرگ و همون براهینی که شما گفتید، اینها هیچ کدوم، یعنی هنوز موضع موجه این است که وقتی یک کسی همچین آرگومنتی میاره و میخواد بگه چون من تجربه نزدیک به مرگ داشتم پس روح وجود دارد، من میگم من وقتی میتونم توضیح بدم که چون مغز شما دارید و دیگران هم مغز دارن و تجربیات شبیه شما دارن، من هنوز موجه هم که بپذیرم تجربه شما هم باعثش مغز بوده. یعنی این هم به سمت خدا منو نمیبره، به سمت پیچیدگی مغز میبره. برای همین در حقیقت من نمیدونم واقعا چه شواهدی کافی است. واقعا نمیدونم. یعنی حتی اگر من خودم الان چه میدونم یک داروی روانگردان مصرف کنم یا مدیتیت کنم یا یک کاری کنم و تجربه عجیب غریبی داشته باشم، بعد که هوشیار شدم به خودم میگم خب عقل به من میگوید که حتی اگر اون لحظه حس کردم که چه میدونم از بدن خودم بیرون اومدم و به جهان دیگر رفتم، عقل به من میگه که این در اون لحظه پذیرفته نیست، یک حقیقتی رو به من نمیگه. من موجه‌ترم باور کنم که تحت تاثیر داروی روانگردان حس خاصی داشتم. خب پس در حقیقت من دارم به شما میگم آقا من نمیدانم که چی باعث میشه خدا که من باور کنم خدایی هست. برای همین فقط میتونم اینو بگم که اگر خدایی باشد و این خدا بخواهد که با من ارتباط بگیره، واقعا بخواد که وریای امیری بداند که من هستم، خودش بدون تلف کردن هیچ زمانی در یک کسری از ثانیه میتونه به من خود رو نشون بده. لازم نیست که من بگم آقا اگر این رو به من گفتی هستی. یعنی او اگر بخواد که خود رو به من نشون بده میتواند، ولی این که بیرون از ولی اینو نمیتونم بپذیرم که یک خدایی باشد ادعی رو مثل یک معلمی که در یک کلاس 100 نفری رو داره ولی بیرون کلاس وایساده به دو نفر خودشو یواشکی، تازه به اونا هم نشون نداده، یواشکی در گوششون یک چیزی گفته و بهشون گفته من هستم، حالا شما برید به دیگران بگید و از دیگران امتحان هم بگیرید و به اینها درس رو هم درس بدید، امتحان هم از طرف من بگیرید، و بعد انتظار داشته باشه که اون 98 نفر بقیه بپذیرن، این رو بپذیرن. خب این انتظار بی جایی است از سمت یک معلمی که یا از سمت یک پدری که خودشو فقط به یکی از بچه‌ها نشون بده، به 9 نفر دیگه خودشو نشون نده و بعد تازه انتظارم داشته باشه که نه تنها اون 9 نفر بپذیرن، بلکه تازه مجازاتشون هم میکنه اگر نپذیرن. و این خب مشکل دیگه. ولی اگر اون پدر بخواد خودشو نشون بده حتما میتونه خودشو نشون بده. من این تنها پاسخم همینه. یک دوستی فقط توی بک چنل خیلی برام عجیبه، یه سرم غیر اخلاقی این کارها، من بگم یه آقای به نام آقای محمد که اول روی جلسه بودن هی به من پیام میدن که شما من رو از استیج موف کردن. من براشون پاسخ دادم که پیام شما رو من برای خانم زهره فرستادم، استدلال دارن که شما در اتاق دیگری بی احترامی کردید و در این استیج راتون ندادن. من که مهمان هستم رو چرا انقدر آزار میدید؟ من واقعا نمیفهمم. ایشون پشت سر هم دارن پیام برای من میفرستن و منو متهم میکنن به بی اخلاقی. برای منم فرستادن. اصلا من واقعا متوجه نمیشم جناب دکتر یزدی، واقعا من موندم سیستم اخلاقی این دوستان چگونه است. آقا من مهمان هستم در این اتاق، بهترین کاری که میتونم بکنم اینه که پیام شما رو برای خانم زهره بفرستم. ایشون تشخیص میدن شما بیایید یا نیایید، صاحبخونه ایشون هستن. چرا متوجه این موضوع نمیشید؟ واقعا من در عجبم. من سخنم تمام. من چند دقیقه صبر میکنم سخن دکتر یزدی رو اگر بشنوم، اگر البته زودتر صحبت میکنن، اگر نه که من تا یه ربع دیگه میمونم و بعد میرم. مرسی، خیلی متشکرم. بگم این out of context آوردن انیشتن هم متاسفانه مایه دلخوریست واقعا در این جهان جدید. من عرض بکنم انیشتن به هیچ عنوان مسیحی نبود، یهودی نبود، ایشون به یک خدایی اگر هم به خدایی باور داشت که من فکر میکنم انیشتن بجز قوانین فیزیک به چیز دیگری باور داشت، اون معتقد بود که خدا همان چیزیست که ما بهش میگیم قوانین فیزیک، بیشتر از این باور نداشت. حتی به خدای دئیستیک هم باور نداشت. اما حتی اگر به خدای دئیستیک هم باور داشت که باز نداشت، آنچه که انیشتن داره تو این کوت میگه در موردش زیاد نوشته شده. من نمیدونم، من بیشتر در اون دوره‌ای که فیزیک رشتم فیزیک بود، شاید بیش از این که درس خودم رو بخونم در باب انیشتن خوندم و به خوبی با زندگی اون نامه‌هاش و مدل فکریش آشنا شدم. انیشتن یه قهرمانی است برای کسانی که فیزیک خوندن. نظر انیشتن این بود که اون حس رمزآلودگی که در جهان هست رو ما باید حفظ بکنیم. ما باید یک او
یا یک رمزآلودگی به طبیعت داشته باشیم و منظور او از مذهب اینجا فقط نگه داشتن رمزآلودگی است. این جمله رو out of context آوردن متاسفانه باعث یعنی به اشتباه میندازه دیگران رو و فکر میکنن انیشتن داره یکی از ادیان ابراهیمی حرف میزنه، در حالی که اصلا این نیست. من سخنم تمام.